روز بسیار مبارکی برای مردم بزرگ ایران است در روزهای اولیه بهمن ماه که برای ما همواره پیامآور پیروزی ملت و صلح و آزادی و استقلاله و همچنین این پروژه بزرگ در روزی افتتاح میشه که اونها که مدعی بودند ایران رو به زمین خواهند زد و میتونن ملت سرفراز ایران رو در برابر استبداد و قلدری کمر اونها رو خم کنند اونهایی که این همه مدعی بودند و توطعه کرده بودند و برنامه ریزی کرده بودند به همدلله در روزی این پروژه بزرگ افتتاح میشه که اونها نیستند اونها با ذلت و سرفکندگی سرنگون شدند و کارهای روزهای پایانی عمر منحوسشون برای همه جهان و ملتها و ملت خود آمریکا هم روشن شد که اینها از آغاز ضد دموکراسی ضد پارلمان همون جوری که یه روزی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای ملی اون زمان رو مستبدین به توپ بستند اینا هم آخر عمرشون کنگره رو به توپ بستند با اوباشی که به سمت کنگره فرستادند اینا از آغاز کارشون به همین صورت بودند منتها در پایان برای همه آشکار شد که این تروریست ها چه جنایتی بر مردم آمریکا و بر مردم جهان روا داشتند الحمدلله این پروژه عظیم و بزرگ که یکی از بزرگترین پروژه ها در سطح منطقه و خاورمیانه است امروز به دست فرزندان این مرزوبوم و و این ملت و تلاشگران به افتتاح رسید اینکه مردم عزیز ما شاهد باشند ما این تر رو در سال 94-95 که شرایطی بود که دست و بال ما در سایه برجام باز شده بود و تونستیم نفت رو صادر بکنیم و پول نفت بخش بزرگی از پول نفت به صندوق وارد بشه مردم ما میدونن که ما الان نفتی که میفروشیم سی و هشت درصد قیمت نفت به صندوق واریز میشه حالا مردم فکر میکنم مثلا ما نفت که میفروشیم همش در اختیار دولت هست سی و درصدش به صندوق میره چارده در اختیار خود شرکت ملی نفت هست برای خود توسعه و اداره نفت بنابراین اونچه در اختیار ما قرار میگیره مقدار کمی هست و هرچه ما شرایط ما شرایط مناسب تری بشه درآمد ما اضافه بشه این درآمد نفت تقریبا بخش بزرگش در اختیار صندوق توسعه قرار میگیره برای تحول در تولید و بخش صنعت و ما امیدواریم سال آینده همونطور که ما پیش بینی کردیم دو میلیون و سیصد هزار بشک نفت بفروشیم و پیداست که بخشی از این سهم نفت در اختیار صندوق قرار میگیره برای توسعه کشور